خب بعد از پرتاب موفقیت آمیز کاوشگر امارات به مریخ اعلام شد که مدیر این پروژه بزرگ ساره امیری دختر ایرانی تبار بلوش بوده که پدر مادرش از ایران به امارات مهاجرت کردند. این موضوع با توجه به محرومیت سیستان و بلوچستان دستمایه نظر بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی شده همکارم بنیامین سطر همراه ماست برای صحبت در این رابطه بنیامین ماجرا چه بوده چه گفتند کاربران؟ مهدی خب همونطوری که تو اشاره کردی ساره امیری در دانشگاه شارجه تحصیل کرده و افزون بر این که وزیر علوم پیشرفته امارات هست رئیس تیم اکتشاف مریخ هم هست این در واقع عناوین علمی خانم امیری هست که ایرانی تباره و خب از کودکی به امارات مهاجرت کرده اما کاربری به نام متیس با اشاره به همین موضوع در توییترش نوشته که دارم فکر میکنم که اگر خانواده امیری به جای مهاجرت به امارات در ایران میموندن و به مهاجرت فکر نمیکردن ساره احتمالا به دلیل سنی بودن یا مهمتر از اون زن بودن سرنوشتی جز فقر و تبعیض و تحصیل در شرایط سخت اونم در بلوچستان ایران که خب همونطوری که احتمالا مخاطبان ما هم میدونن منطقه محروم هست به لحاظ توسعه نسبت به شهرهای دیگه خیلی از شهرهای دیگه ایران اونجا زندگی میکرد کاربر دیگری به نام آرش هم گفته که در واقع نگاه کرده به دو نگاهی که در ایران رایجه و گفته که یک نگاه در ایران این هستش که در واقع سعی میکنه حاکمیت کشورهای عربی رو مرتب مورد حمله قرار بده که وابسته غرب هستند اما امروز میبینیم که کشورهای عربی به این پیشرفت میرسند و حتی یک زن ایرانی تبار هم که مهاجر هست در چنین جایگاهی قرار میگیره مثل ساره امیری کاربر دیگری هم به نام فرین اشاره کرده که آیا در جمهوری اسلامی تعداد نخبه علمی به تعداد انگشتان یک دست هم میبینید اما ما نخبگانی مثل مریم میرزاخانی یا همین ساره امیری رو داشتیم و همینطور زنهای موفق دیگه در جای, جای دنیا که ایرانی تبار هستند و به نوعی مهاجر ایرانی هستند و تونستند به مدارج عالی برسن توی این یک سال به تعبیر فرین کاری که شده این هستش که کار همیشه دست افراد ناکارآمد بوده اما کاربر دیگری هم به نام آریان مهتی اشاره کرده به ماجرای کاوشگر مریخ و رفتنش به فضا و گفته که چه استعدادهایی در ایران نابود میشن اگر در ایران میموندن امارات هم یک کشور عربیه در واقع عربی و مسلمانه ایران هم یه کشور مسلمانه تقریبا اما چه توجهی به شاخصهای توسعه انسانی در اون کشور میشه و چه توجهی در ایران بگم آیا کاربری به نقش و جایگاه علمی زنان در امارات به عنوان یک کشور عربی اشاره کرده؟ اتفاقا مهدی کاربری به نام سامان به همین اشاره کرده گفته که 80 درصد پروژه کابوش مریخ و این پروژه فضایی پیشرفته توسط زنان دانشمند در واقع اماراتی انجام شده و 34 درصد کارهای اجراییش هم که سرپرست اون تیم خانم ساره امیری هست زنان اماراتی انجام دادن اما اگر در ایران بود همین زنان برای سوار شدن به در واقع دو چرخه باید سر وقتی بسیاری میکشیدن که فقط اجازه پیدا بکنن به دوچرخه سوار بشن و اشاره کرده به پیشرفت و توسعه علمی در امارات مانه. کاربره کاربر دیگری هم اشاره کرده به در واقع همین ماجرا و گفته که وقتی که در صحبت میشه ما مرتب چهرهای شاخص زن در خارج کشور رو ایرانی تبار معرفی میکنیم اما در همین بلوچستان غربی بیشترین ظلم و اجحاف در حق دختران شده اما اونجا نمی نویسیم ایرانی تبار اصلا اسمی ازشون در رسانه ها و اینها نمی بریم در واقع اشاره کرده به اون شکافی که وجود داره بین حالا مناطق محروم ایران و همینطور جاهای دیگه بسیار ممنون بنیامی از اینکه با ما همراه بودی ممنون از تو